در مطبوعات زلزله ویرانگر کرمانشاه احتمال لغو توافق توتال با ایران امکان تحرک دیپلماتیک بی بریتانیا علیه تهران و موضع کنگره آمریکا در برابر جنگ یمن موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان هستند حشمت علوی در یادداشتی در فوربس با عنوان چرا زمین لرزه های ایران چنین ویرانگر هستند می واکنش حاکمان جمهوری اسلامی به هر زمین لرزه با واکنش همتایانشان در دیگر کشورهای جهان بسیار متفاوت است. سانسور رسانه‌ای، تأخیر زجرآور در ارسال حداقل حمایت و اعمال فضای امنیتی سنگین برای فرونشاندن هر نشانه ای از ناآرامی واکنش تهران به چنین بلایای طبیعی است. 52 روستا و 137 هزار نفر در استان کرمانشاه با خطری جدی روبرو هستند. بیش از 80 درصد ایران در معرض بلایای طبیعی قرار دارد جالب است که ایران چطور میلیاردها دلار به برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک اختصاص داده و نهادهای سرکوب داخلی و شبه نظامیان را به سوریه، عراق، یمن و لبنان می‌فرستد اما از ارائه خدمات حداقلی به قربانیان زلزله و افزایش مقاومت ساختمان‌ها ناتوان است زهرا الخلیسی در مقاله در سینن مانی با عنوان ترامپ می تواند توافق گازی توتال با ایران را لغو کند، می بر مبنای توافق انجام گرفته، توتال فرانسه و CNPC چین، موافقت کردند در مشارکت با پتروپارس ایران میلیاردها دلار در میدان عظیم گازی پارس جنوبی سرمایه گذاری کنند مدیر عامل توتال میگوید اگر به خاطر تغییر در نظام تحریم ها نتوانیم از منظر قانونی به توافق عمل کنیم در آن بازنگری خواهیم کرد پرزیدنت ترامپ پس از عدم تصدیق برجام تصمیم درباره بازگشت تحریم های هسته ای علیه ایران را به کنگره آمریکا واگذار کرده است توتال هفته پیش حضور خود در بازار گاز طبیعی آمریکا را افزایش داد. بلترو، لوسی فیشر و جاناتان ایمز در گزارشی در تایمز با عنوان می صلاح دیپلماتیکی را بر سر نازنین زاغری رتکلیف مادر زندانی در برابر تهران در نظر دارد، می نویسد دفتر نخست وزیری بریتانیا ممکن است نازنین زاغری رتکلیف 38 ساله را مشمول مسئولیت دیپلماتیک کند. این امر بازداشت نازنین را به عملی خسمانه از سوی تهران علیه کشور بریتانیا و نه یک فرد حقیقی بدل می کند. این قانون هرگز در بریتانیا به کار گرفته نشده است اما دیگر کشورها از جمله آلمان از آن استفاده کردند. کریستینا مارکوس در گزارشی در هیل با عنوان مجلس نمایندگان بر سر نقش آمریکا در یمن رأی می, می نویسد مجلس نمایندگان آمریکا دوشنبه با تصویب قطعنامه ای خواهانی یک راه حل سیاسی برای مناقشه در یمن شد. این اقدام نتیجه مصالحه ای با یک گروه دو حزبی از قانونگذاران بود که در پی رأیگیری بر سر توقف مشارکت ارتش آمریکا در این جنگ بودند. اد رئیس جمهوری کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان میگوید اگرچه ما کمک های لوجستیکی در اختیار شرکای سعودی امان در منطقه میگذاریم ولی نیروهای ایالات متحده به عملیات خسمانه علیه نیروهای حوثی در یمن دست نمیزنند. گانه، صدای آمریکا واشنگتن